بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. امیر دولتی قطر محترم شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی با سفر دولتی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. وطن هرچی گوید ادا میکنیم. سرازم در صدر چمپیونتی تاجیکستان. تا 10 ایون هوا در تاجیکستان تا 43 درجه گرم می شود. امیر دولتی قطر محترم شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی با سفر دولتی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. مراسم استقبال رسمی مهمانی عالی مقام در نزد قصر ملت برگزار گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امیر دولتی قطر محترم شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی را گرم و صمیمی استقبال گرفته با بالای شاه صفه افتخاری دعوت کردند. مراسم استقبال با گزارش کماندیر قراولی فخری صدا دادن سرودهای ملی دو کشور، گذشتن سرانه دولت ها از نسی صفی قراولی فخری، عرض احترام مهمانی عالی مقام به پرچم دولتی تاجیکستان، شناسایی با هیئت های رسمی دو جانب جریان گرفته، با قدم زنی متنتن گذشتن جزء تام های قراولی فخری از نسی سرانه دو دولت انجام یافت. همچنین طبق مقررات رسمی مراسم استقبال سفرهای دولتی با افتخاری تشریف امیر دولت قطر از توپخانه ها 21 مرتبه شلیک پرانده شد. در دایره سیاستی وطن دوستانه پیشوای معظم ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمان طبق نقشه وزارت مدافع کشور در میدان فرودگاه شهری پنجکنت با دعوت ستاد مدافع حدودی و سفربری شهری پنجکنت هزارها نفر کارمندان تشکیلات و مؤسسه های شهر و صدها عدد نقلیات مسافربر و بارکش و خدمت رسان جمع آمدند. معاون اول وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان سردار ستاد ژنرالی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال لیتنانت بیرزاده امامعلی و رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالقزاده بعدی بازدید از صف‌آرایی دعوت شدگان در نزد جمع آمدگان سخن گفته توجه آنها را به وضع مرکب سیاسی منطقه و جهان، ضرورت باز هم بلند برداشتن اقتدار مدافعی مملکت، تأمین یگانگی حدودی و مرزی کشور، آسایش امنیتی اهالی، پیشگیری عملهای خصمانه سازمانهای تروریستی و اکستریمیستی، گردش جوانان با عقاید افراطی، ورود شوی اعضای گروههای دهشت افکن و قاچاق سلاح و مواد مخدر، بالا بردن آبروی اعتبار تاجیکستان عزیز جلب نموده، باور اظهار نمودند که جوان مردان وطن دوست شهری پنجکنت حاضر هستند برای حمایت مرز و بوم کشور یکجا با افسران و عسکران جانساری نمایند. تاکید شد که در تأمین بقا و پایداری دولت و دولتداری ملی، حفظ امنیت جامعه و حمایت مرز و بوم کشور سهم هر یک ما باید نظر است باشد. اشتراکچان همایش آماده باشیشان را برای حفظ هر وجب خاک مقدسی وطن اظهار نمودند. دسته فوتبالی سرازم شهری پنجکنت با 15 امتیاز حالا در صدر چمپیونت تاجیکستان در لیگ دوم قرار دارد. دسته در 5 مسابقه چمپیونت که تا امروز برگزار گردید بر همه حریفان خود با حساب کلان غالب آمد. بازینگران سرازم از جمله به دروازه دسته های نهی شهرستان 7، استقلال 3، اشت 4 و کنبادم 5 توپی به جواب زده، دسته نهی سپیتامین را با حساب 5-1 مغلوب نمودند. طبق تقویم چمپیونت تاجیکستان بین دسته های لیگ دویوم سرازم سنه 14 ایون در میدان خود دسته رویمون شهر خوجند را قبول می نماید. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان با نشر یک آگاهی در سامانه رسمی خود خبر داد که سنه های 8 تا 10 ایونی سال جاری وارد شوی هوای گرم از قسمت جنوب و غرب با قلمرو جمهوری باقی میماند. در این روزها حرارت هوا روزانه در بیشتر ناحیه ها بلند می شود. در ولایت ختلان تا 38-43 درجه گرمی و در ناحیه های تابع جمهوری و ولایت سوخت تا 35-40 درجه گرمی پیشگویی می گردد. با سبب شدت گرفتن شمال از سمت جنوب و غرب با سرعت تا 15-20 متر در یک ثانیه از سنه 9 تا 12 ایون در اکثر ناحیه های ولایت ختلان و ناحیه های تابع جمهوری چنگ و غبار پیشگویی کرده می شود. اینچنین بنا به پیشگویی آب و هواشناسان سنه های 10 تا 12 ایون به منطقه های وادیگی ولایت سوخت داخل شدن چنگ و غبار یعنی خوب بارش از احتمال دور نیست. کمیته حالت های فوق العاده هشدار می دهد که بالا روی دمای هوا سبب گری آب شدن پریاخو می شود و این می تواند سطح آب را در رودخانه ها بالا برد. با این دلیل در روزهای آینده احتمال آمدن سیل ها در محل و منطقه های مختلف نواحی تابع مرکز ولایت های ختلان و سوخت زیاد است. در موج برنامه اطلاعاتی خبر.